قالی تبریز یکی از انواع قالی های تبریز است. این قالی در شهر تبریز بافته می شود. این شهر یکی از مهمترین مراکز بافت قالی در ایران است و قالی های بافتان از تنوع و گوناگونی بسیاری برخوردارند. تبریز در حال حاضر از سوی شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی بافت فرش انتخاب شده است. در مورد تاریخچه فرش در تبریز چنین میتوان گفت که با توجه به قدمت تاریخی این شهر، مسلماً هنر صنعت فرش بافی در آن به قبل از دوران صفویه باز میگردد. در نیمه دوم قرن 15 و در دوران صفوی، فرش از حالت روستایی به هنر پیشرفته درباری بدل شد. یکی دیگر از تحولات مهم در فرش این دوره طرح‌هایی بود که هنرمندان دربار تبریز و هرات ایجاد شد. تبریز یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز قالی بافی در سطح ایران و جهان است و نقش مهمی را در زمینه توسعه و گسترش سنت‌ها و هنرهای تزیینی و کاربردی بازی می‌کند. اوج هنر قالی تبریز مربوط به سده‌های 12 تا 16 میلادی بوده است. شکل‌گیری 200 شاهکار هنری قالی تبریز با ادغام هماهنگ هنرهای بافندگی و نگارگری ایرانی در طی 14 سده سطح بالای هنر بافندگان قالی را در این شهر به عرصه نمایش گذاشته و مکتب کلاسیک تبریز بنیان نهاده شد. این مکتب به دو زیر شاخه اصلی تبریز و اردبیل تقسیم می شود. منطقه آذربایجان به دلیل وسعت مراتع، زمین‌های کشاورزی، آب و هوای مناسب و طبیعتی کوهستانی همواره در تولید قالی از موقعیتی ممتاز بهره‌مند بوده است. شهر تبریز در میان کلیه مراکز قالی بافی دارای مقام و اعتبار به سزایی است. تبریز همگام با هرات در زمان جانشینان هلاکوخان مرکز مهم داد و ستد قالی بوده است. به خصوص در زمان حکومت صفویان با ایجاد کارگاه‌های بزرگ قالی بافی، بافندگان طراز اول در این شهر گرد آمدند و به بافت فرش‌های بسیار نفیسی پرداختند که امروزه بسیاری از آنها زینت بخش موزه‌های بزرگ جهان است. پس از انتقال پایتخت صفویان از هرات به تبریز، دومین مکتب هنری ایران به نام مکتب تبریز بنیان نهاده شد و به دنبال آن استقرار تعداد بیشماری از هنرمندان از هر صنف و حرفه‌ای باعث شد که شهر تبریز به عنوان کانون هنر مورد توجه بسیاری قرار گیرد. و در این میان هنر فرش بافی نیز با استقرار نقاشان و طراحان زبده‌ای چون بهزاد و سلطان محمد دوچندان رشد یافت. در واقع فرش ایران که در زمان سلسله صفویان به اوج شهرت رسیده بود، به دنبال هجوم افغان‌ها و آشفتگی‌های پس از آنها تنزل یافت و تنها در زمان قاجار جای خود را تا حدی باز یافت و صدور فرش ایران به عنوان کالای تجارتی از راه آذربایجان و ترکیه به اروپا آغاز شد و آنگاه که ذخیره فرش ایران به ویژه در آذربایجان رو به پایان یافت، با همت بازرگانان تبریزی در سایر شهرهای بزرگ قالی بافی عمری دوباره یافت که در این میان مشهد، کرمان، کاشان، عراق و همدان نقش مهمی را به عهده داشتند. تبریز از نیمه دوم قرن 19 و بر اساس منابع گوناگون از حدود دهه آخر قرن 13 هجری قمری توسط بازرگانان این شهر به امر صادرات قالی به استانبول و سپس به کشورهای اروپایی پیش قدم شد. تبریز که در بسیاری موارد همواره پرچمدار نهضت‌های مختلفی بود، در اعتلا و گسترش جهانی نام فرش ایران نقش مهمی را ایفا کرد و رونق و احیای هنر قالی بافی ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل سلطنت پهلوی و راهیابی فرش ایران به بازارهای جهان و گسترش این حرفه در سایر نقاط ایران
تا حدود زیادی مرهون بازرگانان و تجار و غالی بافان آذربایجان به ویژه تبریزی است. سیلدوارد درباره صادرات فرش ایران به کشورهای اروپایی و آسیایی نوشته است: داد و ستد این کالا در دست بازرگانان تبریزی بود که مردمانی سرشناس و مایه‌دار بودند. تجارتخانه های ایشان شعبه هایی هم در استانبول داشت. معاملات اصلی آنان عبارت از خرید اجناس کارخانه های مغرب زمین و حمل آنها به ایران از طریق راه ترابزون بود. بیشترین قالی های آذربایجان و همدان از طریق استانبول به کشورهای آلمان و انگلیس و قالی های سلطان آباد و کرمان از طریق بندر عقبه در شمال دریای احمر که امروزه جزء کشور اردن هاشمی است و بندر عباس در جنوب به ایالات متحده آمریکا صادر می‌گردیدند. از بزرگترین صادر کنندگان فرش تبریز که اولین پرچمداران صادرات فرش ایران بودند و برخی خود در تولید فرش نیز دستی داشتند، میتوان به حاج یوسف گالیچی، حاج عبدالله گالیچی، حاج میرزا جعفر استانبولچی، حاج صمد گرگالیچی، میرزا علی اسکر و میرزا علی اکبر و اسماعیل گالیچی، سدگیانی، ایپکچی، حاج محمد ممقانی، محمودوف، دیلمقانی، آواکیان، کاسپاریان و اردوبادی اشاره نمود. در حال حاضر تبریز به عنوان کانون عمده عرضه فرشار شهری باف تبریز و آذربایجان شناخته می شود و کانون بزرگ تولید کنندگان نامور و صاحب نامی گردیده که فرش آذربایجان به آن می بالد.